با نام خدا و سلام بر شما، با مجموعه خبری ساعت 8 خوش آمدید. امروز یک شنبه 8 اسد سال 1402 هجری خورشیدی است. در نخست سرخط مهمترین خبرها، آغاز گفتگوها میان هیئت افغانستان و امریکا در دوحه. این گفتگوها پشت درهای بسته برگزار شده و جزئیات از آن منتشر نشده است. نور به افغانستان سره مثبت تعامل وسی، کوم دي فشار افشرونه سوا کاریدل، کوم تبلیغات سي د افغانستان دي ولس او د مجاهدینو په ضد وسو، هغه ټول ناکامه سو. نور ناکامه افشرونه کاهش کم پیشینه کمک ها به میلیون ها تن در سراسر جهان. برنامه جهانی غذا میگوید که کمک های این سازمان در افغانستان 50% کاهش یافته است. برنامه غذایی جهان عملیات کمک رسانی خود در سطح جهان را از 86 به 46 کشور کاهش داده است. به طور نمونه در افغانستان در ماه مارچ ما ناگزیر شدیم جیره های غذایی را از 75 به انفجار مرگبار در پاکستان. این انفجار که در منطقه باجوار خیبر پشتونخوا صورت گرفته، تا کنون ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشته است. و تکمیل شدن کار ده‌ها پروژه انکشافی در کشور. وزارت انکشاف و دهات از تکمیل شدن کار 393 پروژه آبرسانی در یک سال گذشته خبر می‌دهد. مشروع خبرها، من داریوش احمدی هستم. هیئت امارات اسلامی بر رهبری سرپرست وزارت خارجه کشور گفتگوهایشان را با هیئت آمریکایی در دوحه پایتخت قطر آغاز کردند. هرچند جزئیات دقیق این نشست تا کنون رسانه‌ای نشده است، اما وزارت خارجه بس روی پایان دادن تحریم‌ها و حذف فهرست سیاه، آزادسازی ذخایر بانکی افغانستان و نقض حریم هوایی افغانستان را از آژندای مهم هیئت امارات اسلامی در این نشست خوانده است. از سوی هم امیرخان متقی پیش از آغاز گفتگوها با مقامات آمریکایی گفته است که گزینه‌های فشار و تحریم باید در برابر امارات اسلامی کنار گذاشته شود و راه تعامل مثبت با دولت جدید افغانستان در پیش گرفته شود. دو هر روز یک شنبه میزبان نشست هیئت‌های امارات اسلامی و ایالات متحده آمریکا بوده است. بحث روی پایان دادن تحریم‌ها و حذف فهرست سیاه، آزادسازی ذخایر بانکی افغانستان و نقض حریم هوایی افغانستان از اجندای مهم هیئت امارات اسلامی در این نشست گفته شده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه رهبری هیئت امارات اسلامی را در این نشست بر عهده دارد. او هنگام سفرش به دوحه گفته که تمامی کشورها باید این را بدانند که سیاست فشار و تحریم در برابر امارات اسلامی نتیجه نمی دهد و باید راه تعامل را در پیش بگیرند. نور به افغانستان سر مثبت تعامل وسی، کوم دی فشار افشرونه سوا کاریدل، کوم تبلیغات سی د افغانستان دی ولس او د مجاهدینو په ضد وسو، هغه ټول ناکامه سو. نور ناکامه افشرونه تکرارول دا د ناکامه خلکو کار ده. اوس د دې وخت راغلی ده چې افغانستان د سیمې په ثبات کې رول ولوبوي، له دنیا سره ښې اړیکې ولري. تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان رهبری هیئت مذاکره کننده این کشور را بر عهده دارد و آرینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور حقوق بشر و زنان افغانستان نیز شامل این گفتگو هاست. تا کنون اما جزئیات این گفتگو به دسترس رسانه ها قرار نگرفته است. ما نمیتونیم که بگوییم با این گفتگوها افغانستان به رسمیت شناخته میشه. مشکلات در راه وجود داره. جانب افغانستان باید از موازی که اینا دارن عقب برن و ایالات متحده امریکا که جهت اصلی موضوع افغانستان است نیست، باید از توقعاتی که از حکومت فعلی دارن اونا هم باید خط سرخ خود بشکنند. در همین حال شماری از آگاهان به این باورند که اگر طرفهای مذاکره کننده در این نشست در موقفهایشان انعطاف پذیر نباشند، نمیتوان به نتایج این گفتگو چشم امید بست. یک قاعده بین المللی است که در سیاست give and take است. یک چیز را باید بگیریم، یک چیز را باید بدیم تا به هدف خود برسیم. هر دو طرف باید به خاطر رسیدن به حقوق مردم افغانستان و حل مشکلات مردم افغانستان باید از انعطاف و از روش کانستراکتیویسم فعال و سازنده
کار بگیرند تا هم تشویش امریکا و متحدینش از آدرس افغانستان حل شود و هم حکومت افغانستان به رسمیت شناخته شود. هیئت امارات اسلامی در سفر دو روزه‌اش به دوحه قرار است افزون بر گفتگو با هیئت امریکایی، دیدار و گفتگو با مقامات دولت قطر نیز داشته باشد و با آنها روی مسائل دو جانبه بحث خواهند کرد. سازمان ملل از کاهش کمپیشینه کمک‌هایش به میلیون‌ها تن در سراسر جهان خبر می‌دهد. معاون مدیر اجرایی برنامه جهانی خوراک می‌گوید که حداقل از میان 86 کشور که سازمان ملل در آن فعالیت دارد، در 38 کشور به شمول افغانستان، سوریه، یمن و غرب آفریقا میزان کمک‌های این نهاد کاهش یافته است. کاهش بودجه از سوی کشورهای تمویل کننده برنامه غذایی جهان را واداشته برنامه های غذایی خود در افغانستان را کاهش دهد. معاون رئیس اجرایی این سازمان میگوید که این اداره از ماه می کمک به افغانستان را به نیم کاهش داده است و تنها 5 میلیون نفر را در افغانستان کمک میکند. امارات اسلامی به فراهم کردن تسهیلات لازم به نهادهای کمک رسان تاکید میکند و از کشورها میخواهد تا خودکفایی اقتصادی افغانستان کمک های بشریشان را ادامه دهد. بحران مالی جهانی سبب شده است تا برنامه های غذای جهان کمک به افغانستان را به نیم کاهش دهد. معاون رئیس اجرایی برنامه جهانی غذا می گوید کمک های غذایی نهاد از ماه می به این سو از 8 میلیون در ماه مارچ به 5 میلیون کاهش یافته است. او هشدار می دهد که در صورت ادامه بحران مالی جهان و تقویت نشدن بودجه از سوی کشورهای تمویل کننده و اقتصادهای بزرگ جهان، برنامه جهانی ناگزیر خواهد بود کمک های خود به افغانستان و کشورهای دیگر را بیشتر کاهش دهد. افغانستان برنامه غذایی جهان عملیات کمک رسانی خود در سطح جهان را از 86 به 46 کشور کاهش داده است. به طور نمونه در افغانستان در ماه مارچ ما ناگزیر شدیم جیره های غذایی را از 75 به 50% کاهش دهیم و در این ماه از 8 میلیون نیازمند 5 میلیون را کمک کردیم. برنامه های ما در حال حاضر تنها به کمک های اضطراری متمرکز شده است. معاون مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا از کشورهای تمویل کننده و اقتصادهای بزرگ جهان می خواهد نیازمندی ها را در کشورهای دچار بحران اولویت بندی کنند و بودجه های بشردوستانه را با شناسایی علل ریشه‌ای بحران ها، تقویت و روی راه های بلند مدت جهت کاهش فقر در جهان سرمایه گذاری کنند. امارات اسلامی به فراهم کردن تسهیلات لازم به مؤسسات و سازمانهای کمک رسان تاکید می کند و از کشورها می خواهد تا خودکفایی اقتصادی افغانستان کمک های بشری را به کشور ادامه دهند. کاهش کمک ها بدون شک تاثیرات منفی بر وضعیت اقتصادی مردم افغانستان دارد، اما برنامه های بلند مدت ما رساندن افغانستان به خودکفایی است و همین دلیل است که پروژه های کلان اقتصادی و سرمایه گذاری در داخل افغانستان برای ایجاد اشتغال و افزایش قدرت خرید خانواده ها و در نهایت کاهش فقر برای ما اولویت داره و در این راستا ما سیاست گذاری بسیار دقیق و جدی داریم. اسوی سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان گفته است که هدف درازمدت ایجاد صندوق امانی افغانستان در سوئیس، نگهداری دارایی ها و در نهایت انتقال آن به بانک مرکزی افغانستان است. اما مداخله امارات اسلامی در این بانک خطرات را برای اقتصاد و دارایی های افغانستان به بار آورده است. امارات اسلامی اما اطمینان می‌دهد که بانک مرکزی در تصامیم و اقدامات خود مستقل است و هیچ مداخله از سوی دولت در سیاست‌های این بانک صورت نمی‌گیرد. باز آمریکا می‌خواهد پول بانک مرکزی را به این بانک برگرداند. بانک مرکزی افغانستان مستقل است در تمام فیصله‌ها و موقف‌گیری‌ها و همچنان در اجرات. پول مردم افغانستان باید هر چه زودتر رها شود که سرمایه اصلی بانک است. به هر صورت ما تلاش خود را نهایتاً کردیم که بانک در فعالیت خوب داشته باشه و پاسخگوی امانت های مردم باشه. نیاز است که متخصصین بانک مرکزی در بحث تصمیم گیری و تدوین و طرح سیاست های پولی مستقلانه یک مقدار به گونه نسبی عمل کنند و طرح ها را به حکومت پیشکش کنند با مشوره حکومت و بخش اجرایی دولت و طرح‌ها در مرحله اجرا قرار بگیرد.
در حال حاضر در صندوق امانی افغانستان در سوئیس 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان همراه با مفاد آن نگهداری می‌شود و افزون بر آن حدود 2 میلیارد دلار دیگر از دارایی‌های بانک مرکزی در اروپا و امارات متحده عربی نگهداری می‌شوند. افزون بر این 3.5 میلیارد دلار از پول‌های بانک مرکزی در ایالات متحده مسدود است و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا این پول را به بازماندگان قربانیان حادثه 11 سپتامبر اختصاص داده است، هرچند محکمه در نیویورک برخلاف این تصمیم بایدن حکم صادر کرده است. محمد ارسلا خروتی، معین مالی و اداری وزارت مهاجران، در دیدار با جهاد ارگنای سفیر ترکیه در کابل گفته است که اخراج مهاجران افغان از ترکیه راه حل دائمی نیست، زیرا با اخراج گروه از مهاجران گروه دیگر به گونه غیرقانونی وارد این کشور می شوند. وزارت مهاجران و عودت کنندگان در رشته توییت نوشته است که در این دیدار درباره مسافرت غیرقانونی افغانها به ترکیه، اخراج آنها، دریافت بدیل سفرهای غیرقانونی و رفع مشکلات افغانها از این ناحیه نیز گفتگو شده است. در این توییت ها به نقل سفیر ترکیه در کابل نگاشته شده است که او وعده داده است که به منظور بررسی مشکلات مهاجرین افغان در ترکیه زمینه سفر هیئت امارات اسلامی را در آینده نزدیک فراهم خواهد کرد. ترکیه در ماه‌های اخیر روند اخراج و بازگشت اجباری مهاجرین افغان را تسریع کرده است و در یک سال گذشته حدود 57,000 مهاجر غیرقانونی افغان را اخراج کرده است. ادامه خبرها تا لحظات دیگر. ادامه خبرها. مرکز فعالیت‌های فرهنگی تبیان نشست را زیر نام عاشورای امسال ضعف‌ها و قوت‌ها و چه باید کرد برگزار کرد. مسئولان در این نهاد فرهنگی میگویند شهروندان اهل تشیع در کنار امارات اسلامی تضمین کننده اقتدار حاکمیت نظام است. آنان از امارات اسلامی میخوان که به مراسم‌های محرم توجه ویژه داشته باشند و تاسوعا و عاشورای حسینی را دوباره در جهت تقویم نمایند. رئیس این مرکز همچنان میگوید ناهنجاری‌ها در ایام محرم امسال سازماندهی شدن نه بر سوی برخی نیروهای خودسر در صفوف امارات اسلامی بوده است که بروز این اعمال دید مردم نسبت به نظام را منفی می‌سازد. عاشورای امسال ضعف و قوت ها و چی باید کرد؟ عنوان این نشست است که مرکز فعالیت های فرهنگی تبیان آن را در کابل برگزار کرده است. مسئولان در این نهاد فرهنگی در کنار ستایش از اتخاذ تدابیر امنیتی در روزهای محرم از سوی امارات اسلامی میگویند عمل کرد بر اساس معارف اسلامی افغانستان را از دل بحران بیرون می کند. رئیس این نهاد تأکید می کند اگر امارت اسلامی می خواهد همچنان با اقتدار باقی بماند و دولت سرپرست به عنوان الگو در میان کشورهای منطقه و فرامنطقه قرار داده شود، باید به معارف امام حسین بچسبد و از پیروان اهل بیت پشتیبانی کند. امارت اسلامی اگر دلش به تداوم است، اگر دلش به اقتدار است، اگر دلش به عظمت است، اگر می خواهد در افغانستان همچنان سالها و سالها و سالها باقی بماند و افغانستان را به عنوان یک الگو در منطقه و دنیا مطرح بکند، بچسبد به فرهنگ حسینی، بچسبد به خانواده اهل بیت عصمت، از این خانواده تجلیل بکند، از این خانواده تقدیر بکند. سید عیسی حسینی مزاری میگوید ناهنجاری‌ها در ایام محرم امسال سازماندهی شدن نه بلکه سوی برخی نیروهای خودسر در صفوف امارت اسلامی بوده است که بروز این اعمال دید مردم نسبت به نظام را منفی می‌سازد. عناصری که لباس رسمی دولتی به جان دارد، چه پلیس و چه نیروی استخبارات و چه نیروهای دیگری به عنوان قطعه واکنش سریع و امثال اینها، خب اینها به عنوان نماینده‌های امارت مطرح هستند. وقتی می آیند بالاخره اعمال نادرست انجام میدن، خب مردم دید منفی نسبت به امارت اسلامی پیدا میکنند. او با انتقاد از عدم رخصتی رسمی در روز 10 محرم همچنان خواستار توجه جدی به مراسم های محرم و درج دوباره تاسوعا و عاشورای حسینی در تقویم از سوی امارت اسلامی است. با گذر زمان آرزوی را هم داریم که عاشورا و تاسوعا را در تقویم ملی کشور بگنجانه و به عنوان یک روزی که متعلق به همه مسلمان هاست، متعلق به همه مسلمین هست،
انشاءالله به وجه درست و احسنش تجلیل شد. امیدواریم که عاشورای سال دیگر با کدام محدودیتی با کدام تقابلی برگزار شود، ما بتونیم در سطح جهان و نمونه وحدت ملی را به نمایش بگذاریم و تصویر بکشانیم. رئیس مراکز فعالیت های فرهنگی تبیان این را هم میگوید ناهنجاری ها و تیراندازی ها که در روزهای عاشورا در کشور صورت گرفت به اندازه نیست که تأمین امنیت آن را زیر سوال قرار بدهد. او تأکید کرد این ناهنجاری ها و تیراندازی ها که سبب کشته و زخمی چند تن شد با سیاست امارت اسلامی همخوانی نداشت. در یک سال گذشته کار ساخت 393 پروژه آبرسانی در سراسر کشور تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. مسئولان در وزارت احیا و انکشاف دهات در گزارش دهی سالانه این وزارت در برنامه حسابدهی دولت به ملت میگوید که 474 پروژه در بخش آبرسانی نیمه کار باقی مانده و کار اکثریت این پروژه ها تکمیل شده است. به گفته این مسئولان برای شروع کار پروژه های نیمه کار در کشور گفتگوهایشان با وزارت مالیه جریان دارد. همچنان این وزارت کار ده ها پروژه های آبرسانی، حفظ الصحه، آبیاری و سرکسازی را با همکاری مؤسسات خارجی و داخلی آغاز کردند. مسئولان در برنامه احیا و انکشاف دهات در برنامه حسابدهی دولت به ملت میگویند در سال 1401 در 26 ولایت کشور 104 پروژه آبرسانی را با کمک مالی یونسف به ارزش 500 میلیون افغانی تکمیل و به بهره برداری سپردند و در یک سال گذشته کار 393 پروژه تکمیل شده است. با گفته این مسئولان کار عملی 383 پروژه دیگر نیز آغاز شده که با تطبیق آن برای 6 میلیون تن آب آشامیدنی صحی و برای 900 تن دیگر زمینه کار را فراهم می سازد. چه په څلور درس ولایتونو کې له 9 درس همکار موسسو سره د اوبو حفظ الصحه او نظافت د فعالیتونو څلور 50 تفاهم کونه لرو چې له مخې د کلیو د بیارغونې او پراختیا د ولایتي ریاستونو په همکاري او د دوی تر نظارت لاندې د 164 اتیا پاکو اوبو رسولو نوې شبکې او 685 نوې څاګانې جوړیږي. مسئولان این وزارت میگویند بخش اعظم این پروژه ها با کمک مالی یونسف و مؤسسات همکاری این وزارت در سراسر کشور که در بخش های دسترسی به آب آشامیدنی صحی، حفظ الصحه، پروژه های آبیاری و بازسازی دیوارهای استنادی هستند به انجام رسیدند. چه په څلور درس ولایتونو که له 9 درس همکار موسسو سره د اوبو حفظ الصحه او نظافت د فعالیتونو څلور 50 تفاهم کونه لرو چې له مخې د کلیو د بیارغونې او پراختیا د ولایتي ریاستونو په همکاري او د دوی تر نظارت لاندې د 164 اتیا پاکو اوبو رسولو نوې شبکې او 685 نوې څاګانې جوړیږي. به گفته مسئولان با تکمیل کار پروژه ها که روی دست دارند نزدیک به 1 میلیون تن از باشندگان مناطق دوردست از مزایای این پروژه ها بهره مند خواهند شد. مثلا در پاک و برسولو په برخه کې، د استنادی دیوالونو رغولو په برخه کې، د کلیوالي سړکونو جوړولو په برخه کې ډیری پروژې تطبیق شوی او ډیری اوس هم تر کار لاندې دي. په کلیوالي سیمو کې بیرته د اوبو د سطح د ریچارج په خاطر باندې موږ په دې باره کې پلانونه لرو، خو البته بعضې مشکلاتونه دي، بودیجوي مشکلاتونه دي، نورې ستونزې دي. انشاءالله که هغه حل شي امید شته چې دغه ستونزه هم ورسره حل شي. بلې پلان لرو. به گفته مسئولان این وزارت کمبود بودجه انکشافی و نبود امکانات در مناطق دوردست باعث عدم تطبیق و یا کندی کار ده ها پروژه دیگر شده است. مسئولان در وزارت شهرسازی و مسکن میگویند که 27 پلان شهری برای مرکز و ولایت ها به شمول ماستر پلان، کار پلان های جامعه ملی، پلان های تفصیلی، پلان های منطقه‌ای و پلان های اصلاحی طرح تهیه شده است. به گفته این مسئولان در یک سال گذشته سروی توپوگرافی بسیاری از پروژه ها به شمول ساحات زلزله زده در پکتیکا و خوست تکمیل شده است. آنان می افزایند که در حال حاضر 652 شهرک در سراسر کشور موجود است که از این میان 350 شهرک ثبت شده است و روند ثبت و راجستر شهرک های باقی مانده جریان دارد. مسئولان در وزارت شهرسازی و مسکن میگویند که به منظور آغاز پروژه ملی کابل جدید، پاکسازی زمین ها آغاز شده است.
و در کل 652 شهرک در سراسر افغانستان وجود دارد که از جمله 350 شهرک در این وزارت ثبت و راجستر شده است و پروسه قانونی سازی دیگر شهرک ها هم جریان دارد. با گفته مسئولان سروی بسیاری از پروژه ها به شمول ساحات زلزله زده در پکتیا و خوست تکمیل شده است و قانون شهرسازی و شش طرز العمل مربوط به وزارت شهرسازی و مسکن تهیه شده است. دی پلان جوړول دي او بیرته دی دغه پلان له تطبیق نه نظارت کول دي، اجازه دی ساختمان ورکول او بیرته دی ساختمان نه نظارت کول دا د شروالی وظیفه ده. خدا د دولت په شکلیاتو کې یو کار ده، یعنی یم مستقیم د موږ مسولیت نه ده، خو په عمومي مسولیت کې موږ په دې کې شامل یو. با گفته این مسئولان 27 پلان شهری برای مرکز و ولایت ها به شمول ماستر پلان، پلان های تفصیلی، پلان های منطقه‌ای و پلان های اصلاحی طرح و تهیه شده است. 27 پلان شهری برای مرکز و ولایات از جمله ماستر پلان، طرح پلان‌های جامعه ملی، پلان‌های تفصیلی، پلان‌های منطقه‌ای، پلان‌های اصلاحی طرح و تهیه شده است. مسئولان در این وزارت می‌افزایند که کار ترمیم آبادات تاریخی و فرهنگی در ولایت‌های هرات، کابل، کندهار، پکتیا جریان دارد و در سراسر کشور بیش از 900 پروژه تعمیراتی تعیین قیمت شده است. په تیر 401 کال کې په ټولو ښارونو کې له ښاری تخلفات مخنیوي وشو او دوام لري، چې دا هم یو له مهمو وظایفو د وزارت شهرسازی نه ده، چې البته په دې راسته پخوا ډېر مشکلات موجود و، خو لله الحمد په دې برخه کې وزارت شهرسازی ټول وزارت محترم وزیر صاحب او رئیس صاحبان ټول دې ته متعهد دي چې په دې رابطه به منظم کار کوي او انشاءالله دوام لري کارونه. مسئولان وزارت شهرسازی و مسکن همچنان می‌افزایند که کار پروژه خانه‌سازی از سوی چینایی‌ها و قطری‌ها نیز آغاز شده است. این وزارت همچنان توانسته است در تمام ولایات از پروژه‌های ساختمانی نظارت و بررسی کند. با گفته آنان، تلاش‌ها جریان دارد تا کار پروژه‌های نیمه‌کاره تکمیل گردد. امتحان استادان مدارس دینی ولایت بلخ برگزار شد. مسئولان در ریاست معرف بلخ میگویند که در این امتحان نزدیک به 1500 تن شرکت کردند که شامل زنان نیز می شود. و گفته که مسئولان پس از این معاش استادان مدارس از سوی حکومت پرداخت خواهد شد. اخیراً رهبری امارت اسلامی جذب 100,000 استاد را در مدارس دینی سراسر کشور منظور کرده بود. از این رو اینجا در ولایت بلخ امتحان استادان مدارس دینی برگزار شده است. با گفته مسئولان در ریاست معارف این ولایت، در این امتحان 1500 عالم دین شرکت کردند که از این میان 200 متقاضی زنان و دختران هستند. از 2000 اضافه امروز علما و حفاظ ما شرکت کرده است. البته شهر مزار شریف و از 15 ولسوالی به شمول شهرک حیرتان امروز در مسجد روضه مبارک امتحان صورت گرفت. معاش استادان مدارس هم از سوی حکومت پرداخت خواهد شد. شمار از کسانی که در این امتحان شرکت کردند میگویند هرگاه موفق شوند در تعلیم و تربیت نسل نو افغانستان تلاش جدی خواهند کرد. آنان از این که امارت اسلامی به مدارس دینی دولتی و خصوصی توجه کرده است خرسندند. امروز امتحان از تمام کسانی که در این بست ثبت نام کرده بودند و خواهان تقرری و تعیین بست بودند امتحان گرفته شد به خاطر تثبیت سویه که ما هم از جمله اشتراک کننده ها در امتحان هستند. حکومت قبلی که از توجه نداشتند، توجه خاص نداشتند، اینها بسیار توجه خاص به مدارس، به حفاظ و طلبای مدارس خیلی توجه میکنند. همکنون هزاران مدرسه دینی در کشور وجود دارد و پس از روی کار آمدن امارت اسلامی ایجاد مدارس دینی بیشتر شده است، زیرا حکومت توجه بیشتر در ایجاد مدارس دارد. در برخی از این مدارس در کنار تدریس مضامین دینی علوم عصری هم تدریس می شود. ادامه خبرها پس از وقفه. حال هم خبرهای اقتصادی. برنامه آموزشی کار آزاد آنلاین برای جوانان در هرات آغاز شده است.
وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید جوانان تحصیل کرده و کارفهم می توانند با استفاده از این روش درآمد خوب کسب کنند. در حال حاضر این برنامه زیر نام فریلنسینگ از هرات شروع شده است. قرار است در دیگر ولایت های کشور نیز کار و تجارت آنلاین آغاز شود. آنگونه که وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید جوانان می توانند طرح ها و برنامه های مفید خود را با استفاده از این شیوه در بازار آنلاین به فروش برسانند. این نخستین مرکز آموزش کار آنلاین است که در هرات آغاز می شود. برنامه زیر نام فریلنسینگ که وزارت اطلاعات فرهنگ ابتدا از هرات شروع کرده است. معین امور جوانان این وزارت می گوید در حال حاضر بیشتر جوانان در کشورهای بیرونی با استفاده از کار آنلاین درآمد خوب کسب می کنند. بنان حالا زمینه برای جوانان کشور نیز فراهم شده است. قوال است چې دغه پروګرام په شش شکل باندې موږ په افغانستان کې په هرات کې بریا ته ورسو او دغه ځوانان چې هر کال په زرګونو فارغ کیږي که په هر رشته کې د دې لپاره په انلاین شکل کار ستا او تاسو خبر یاست چې په نړۍ کې نسبت فزیکی کاراتو اوس انلاین کاراتو ډیره ترجیح ورکول کیږي د پروژې په شکل باندې خلک خپل کارونه کوي قرار است نزدیک 80 تن ثبت شوه او اونا به کار گرفته شوه البته اول ما در یک سه هفته کوشش میشه که کورس به شکل آموزشی، سمینارها و کلاس آموزشی باشه و بعد از اون برنامه عملی شروع شه. بیشتر جوانانی که طرح و برنامه های مفید در بخش های مختلف داشته باشند میتوانند با استفاده از شیوه کار آنلاین درآمد کسب کنند. مقام های دولتی به این باورند که خیلی از جوانان در بخش شبکه سازی، بازاریابی آنلاین، ثبت داده ها و ده ها برنامه آنلاین دیگر مهارت های ویژه دارند. بنان نیاز است تا این استعدادها دیده شود تا کار اساسی برای پیشرفت این جوانان صورت بگیرد. فریلانسینگ در خود یا کار آنلاین آزاد کاری است که شما میتونید از طریق پلتفرم های بین المللی در مارکت بین المللی کار کنید. ما در جهان پلتفرم های بین المللی داریم که در اونجا اشخاص پروژه ها را پست میکنند. فعلا در بخش کار آنلاین در هرات 80 تن جذب برنامه آموزشی شدند. قرار است تا یک ماه دیگر این جوانان برنامه های کاربردی و چگونگی استفاده از این شیوه را یاد بگیرند. امیدوار هستیم که این روزنه بشه برای که گراف بیکاری در هرات بسیار بلند است. لااقل این روزنه گراف بیکاری را پایین بیاره و بتونن جوانان و عمو گمشده خود که به اصطلاح کار هست این به دست بیارن. یک برنامه ایجاد شغل برای جوانان و ای که میتونن جوانان از طریق برنامه فریلنسینگ یا کار آزاد وظیفه خود انجام بدن. با این حال وزارت اطلاعات فرهنگ اطمینان میداد که از این برنامه دختران تحصیل کرده نیز میتوانند استفاده کنند. بنان آموزش کار آنلاین طور ترتیب شده است که جوانان میتوانند در خانه برای اعضای خانواده نیز این مهارت ها را آموزش دهند. یک سرمایه گذار در ولایت ننگرهار با سرمایه گذاری 500 هزار دلاری در بخش قالین بافی برای بیش از 100 تن از زنان بی‌بضاعت زمینه کار و آموزش قالین بافی را فراهم ساخته است. این سرمایه گذار می گوید که 100 تن از این زنان در شهر جلال آباد و بقیه در ولسوالی ها سرگرم قالین بافی هستند و گفته او هرگاه حکومت حمایتش کند می تواند سرمایه گذاریش را گسترش بدهد. مرکز آموزشی قالین بافی برای دختران و زنان در ولایت ننگرهار. این مرکز آموزشی قالین بافی از سوی یک سرمایه گذار با سرمایه گذاری 500 هزار دلار آمریکایی ایجاد شده است که با ایجاد این مرکز زمینه کار برای صدها تن از دختر و زنان در مرکز و ولسوالی های این ولایت فراهم کرده است. با گفته او هرگاه حکومت حمایتش کند می تواند سرمایه گذاریش را گسترش دهد. این زلسه و زنانو تا زمان کار اوز فعلی شرایطو که زیر کار دی او قالی نجوره ای سل یو نیم سال پوری با داسیم وی چه سوک با دولسم نفارقی سوک بلسم نفارقی سوک با هم نبام داسی پاتی سوک هم دیسی برحال مکتبونو نر چه اوز نشتا دغسی اوز مونگ در ترنگ پا حالات که وی اوزگاری ذهنی مشکلاتون ذاتی و راضی و من خپل کسی بزرگ. زنان و دختران که در اینجا مشغول کار هستند میگویند از یک سو برایشان زمینی کار فراهم شده است و از سوی دیگر حرفه‌ای را می آموزند. خدیر خوشحال دی خالینونه چه من تا دا دی قسمت کرده چه دا خالینونه دا کرده خزو دا پاره او طول مظلومان خوشحال دی طول زنان خوشحال دی کار.
در این مرکز برای زنان و دختران به مدت 3 ماه قالین بافی آموزش داده می شود، اما برخ از این زنان می خواهند که مدت آموزش بیشتر شود. من گدل تیلیم کنیم یشکی گی چی رزو گیر ست کارم ازدکل یدی او زمان گدل خواهشت چی دب زمان گشپاگم یشتو که ازدکی گی کن. کسانی که سرگرم آموزش قالین بافی برای زنان هستند میگویند این یک فرصت خوب برای فراگیری حرفه قالین بافی برای زنان و دختران است. گلان آورده هایم چی دای زکی او کم زی غلط چی آورده هایم او چی کینی ورسر زم کینم و گلان آورده هایم. مسئولان در این مرکز از دیگر سرمایه گذاران کشور میخواهند تا چنین برنامه ها را روی دست گیرند تا زنان و دختران که نانآور خانواده هایشان هستند مشغول کار شوند. نرخ ارزها حال هم خبرهای ورزشی. فدراسیون جودوی افغانستان کارت اشتراک در مسابقات المپیک 2024 فرانسه را به دست آورده و برای شناسایی چهره های برتر در ولایات مسابقه برگزار می کند. به گفته مسئولان فدراسیون جودو، اولین دور مسابقات را در میان 200 ورزشکار از 11 ولایت در ولایت تخار برگزار کرده است و برنامه دارند در ولایت های مختلف و منظور ترویج ورزش مسابقات جودو دایر نمایند. ورزشکاران و تماشاچیان میگویند برای بار نخست شاهد این چنین مسابقات و سطح چندین ولایت و ورزشکاران زیاد هستند. اینجا چمن ورزشی شهرولی تخار است که برای بار نخست پس از روی کار آمدن حکومت امارت اسلامی میزبان مسابقه به سطح 11 ولایت و حضور 200 ورزشکار از ولایت های مختلف کشور است. مسئولان فدراسیون جودو میگویند این اولین مسابقه جام صلح ورزش جودو است که به منظور شناسایی چهره های برتر و اشتراک در مسابقات بیرون مرزی و شرکت در مسابقات المپیک 2024 کشور فرانسه که کارت شرکت در آن را دریافتند در وزن های 100 کیلو، 81 و 66 کیلو برگزار شده است. انشالله بخاطر چهره های خوبتری که در آینده بعد این نواسه بخاطر مسابقات میره آموزتانیم به طرح بسیار آسانی ما شناسایی کنیم و همچنان ما از این تیم ها میتونیم که بتونیم که مخاطر مسابقات 2024 المپیک هم بتونیم که از این تیم ها کلیف های داشته شما مبرو ما رو به مسابقات بیرون مرزی و به مسابقات 2024 پاریس ما برشان برگیم. ورزشکاران از برگزاری این گونه مسابقات خرسندند، اما نبود برخی مشکلات به خصوص کلب‌های ورزش جودو و مکان مناسب برای برگزاری مسابقات نگران هستند. حکومت در قبال ورزشکار خود مسئولیت دارد تا اینکه مانند اینکه فعلا ما مهمان تخار شریک هستیم، همینطور البته مسابقات در ولایت بلخ هم برگزار بکنه و در ضمن ما در ولایت بلخ مشکلات البته زیادی داریم. مسابقات که در بین 17 ولایت برگزار شده بود با میزبانی ولایت تخار خوشبختانه امروز آمدیم. تشکر میکنیم از مردم میمانواز ولایت تخار این مسابقه را بر ما از نظریش تشکر میکنیم که مسابقه را بر ما برگزار کردند. هزاران تماشاچی از ولایت های مختلف به دیدن این مسابقه آمدند. میگویند پس از چندین سال اولین بار است که شاهدی را اندازی چنین مسابقه بزرگ هستند. یکی از شرکانندگان سلفی تماشاگر در اینجا آمده گیستیم. الان دقیق میبینیم فضا را میبینیم بزار یک فضای صمیمیت و صلح و برادری اخوات بسیار خوش است. اینجا شکر است که در یک فضای امن و سرتاسری چنین مسابقه را اجرا میکنیم. خوش است. ورزش جودو مشابه پهلوانی ورزش محلی کشور است که ورزش پهلوانی علاقمندان خاص در حوزه شمال شرق به خصوص تخار دارد، اما آنگونه که انتظار می‌رفت به این ورزش در حوزه شمال شرق چندان توجه نشده است. وضعیت هوا. از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری ساعت 8 سپاسگزارم. خدا